باری قبل از اینکه بیام خدمت شما، رفتم به این بیمارستان، از کنم که اصطلاحا تارزانا هاسپیتال، در اونجا یک دیداری بکنم با دوست گرامی، دوست قدیم، آقای منوچهر سخایی. این مرد خوش سیمای، رشید، خوش سخن، خوش آواز، محجوب و نجیب، در اونجا در چنگال سرطان به صورت مشکی استخوان ناشناس واقعا، یعنی اگر 100 نفر از کسانی که این مرد محترم رو سالیان دراز میشناختن و با صداش آشنا بودن وارد این اتاق شدن، تشخیص نمیدهند این مردی که در اونجا به صورت یک مشت پوست استخوان افتاده است و انواع این تشکیلات پزشکی به بدن او متصل است، همون منوچهر سخایی، هنرمند خوش سیما و محجوب مملکت ماست. بله، و در اون اتاق خانواده ایشان بودن، خانمشون و دخترشون و چند تن دیگر، و یک علامتی هم که به علت وضعیت جسمی بیمار خواهش میکنیم مراجعه نفرمایید، اما ما مراجعه کردیم و عرض شود که ایشون رو دیدیم، که البته در حالتی نبود که بشه بعد ایش با ایشون سخن گفت یا عرض کنم که مکالمه ای کرد، و بسیار متاثر شدن در این عرض کنم یک سال و نیم دو سال اخیر. معلوم شد که از ناحیه نای ایشان دچار سرطان شدن و کارها کردن، از کیموتراپی و سایر شیوه های پزشکی. سرطان هم میدانید انواع مختلف دارد و یکی نبود که دست از این دغا ببرد. حافظ شعری دارد واقعا، هیچ کسی پیروزمند از این میدان بیرون نیامده است، مگر در بعض موارد به خصوص و با پیشگیری و کنترل و اینها. کار به کیمو که رسید، این کیموتراپی ضمن این که خب این سلول های زنده سرطان رو ممکن است ولی از جای دیگر سرایت کرده و اینها، و خلاصه مطلب با دلی پر اندوه واقعا از دیدار این دوست عزیز از این بیمارستان ما آمدیم یک راز خدمت شما، و واقعا عجیب است که دوست دارم دوستان ایشان و محبان ایشان با صدای منوچهر چند نسل آشنا هستند. خواننده نجیب و محجوب با صدای خوش، آهنگ‌های به یادماندنی، صدای ویژه‌ای داشت منوچهر، به خاص خود او بود، با کسی دیگری اشتباه نمی‌شد. چند ترانه ماندگار از روزگار جوانی منوچهر در آرشیو موسیقی ایران بر جای مانده است. یک ابو عطا خواند، من بچه بودم خیلی دوست داشتم شعرشم، نمیدانم مال کیست. ای ببالا چون سنوبر، ای برخ چون نیمه هی، بله، عنبرافشان زلف داری، لب چو شین و کاف و ره، بله، که البته اینو منصوب به سعدی میکنن، نه از سعدی نیست، از کسی دیگری است، در پایان نام سعدی رو برده. آواز ابو عطا خیلی خیلی جالب و جذابی بود، و آهنگ های دیگر فکرم بد نیست، چون مرتب به طور مبهم در باب ایشان خبرها بود که حالا حالشون خوب شده است و این چیزا. بله، از کنند که بعض اوقات حالشون بهتر بود، برمیگشتن منزل باید دوباره بیمارستان، و آخرین اتفاقی گفتاره است چون قادر به بلع نبودن، این سوپی چیزی که به ایشان دادن دفته داخل ریه و در اونجا عفونت کرده و تبدیل شده است به سینه پهلو، نمونیا. و متاسفانه این نمونیا که بیاید و مضاف بشه به بیماری دیگر، با توجه به این که مورفین میزنند که شخص درد سرطان، این یک کامپلیکیشن عجیبی برای بیمار میشه و به سختی نفس میکشیدن، و از سبت که حالا نمیدونم واقعا چه باید گفت، که بگوییم انشالله، امیدواریم انشالله حالشان خوب بشود. خب میگوییم انشالله حالشان خوب بشود، اما به هر صورت این حقیقت حال این هنرمندی است که عرض کردم چند نسل با صدای او آشنایی دارند. بسیار خوب هست که دوستان و محبان و کسانی که از صدای این مرد لذت بردن و برای احترامی داشتن به اینها بدانند که منوچهر در چه حالی است. گاه گداری، گاهی ما هم دیگر رو میدیدیم، مشغول به نوشتن مطالبی در باب موسیقی سنتی بود، چون منوچهر ضمن اینکه عرض کنم که خواننده پاپ بود،
و روزگاری با ویگن عرض کنم که رقیب بودند و اینها، اما علاقه حقیقیش بر موسیقی اصیل ایران بود، ستار هم می نواخت و اهل شعر و ادب بود و مشغول تحریر یک کتابی بود در باب موسیقی. بعضی این سیاهه ها رو به من هم نشان داد، فکر نمی کنم این کتاب تمام شد. به هر صورت این هم خواستم یک گزارشی خدمت شما از احوال این مرد محترم و نازنین داده باشم. بله، خب داشتم فکر میکردم به احوال خودمان. خیلی مشکل داریم ما مردم ایران. ایران